رحمان رحیم با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان. شاگردان نازنینم سلام. امیدوار هستم که خوب و خوش سر حال و پر انرژی باشید. من فاطمه رضوانی استاد مضمون بیولوژی شما هستم. دوستان نازنینم، به ادامه مباحث درس‌های گذشته ما که ما بحث یک غذای خوب، کامل و مفید را همراه یکدیگر شروع کرده بودیم، امروز می‌خوایم در مورد یکی از انواع دیگر، یکی از اجزای دیگر از این غذای کامل همراه یکدیگر گپ بزنیم که به نام ویتامین ها یاد میشه. اما قبل از اینکه بریم سر موضوع درس ما، میخوایم یک مرور کوتاهی داشته باشیم از اجزای یک غذای مفید و کامل. پس در این قسمت نوشته میکنیم اجزای غذای کامل و مفید. به صورت عموم یک غذا باید از 6 جزء اصلی تشکیل شده باشه. شامل پروتئین ها میشه، شامل قند ها میشه، شامل شحمیات میشه، شامل آب، منرال ها و ویتامین ها میشه. دوستان نازنینم، 3 جزء اصلی که پروتئین ها، قند ها و شحمیات هست را به نام اجزای اصلی غذا یاد میکنند و 3 جزء بعدی که آب، منرال ها و ویتامین ها هست را به نام اجزای کمکی یاد میکنند. اجزای کمکی. شاید برای تو یکم سوء تفاهم شود که پس اگر ماده غذایی فقط شامل پروتئین، قند و شحمیات باشه کافی است، یک غذای کامل و مفید است. اما این قسم نیست. اجزای اصلی بدون اجزای کمکی یک غذای کامل و مفید گفته نمیشن. پس حتما در رژیم غذایی بر علاوه اجزای اصلی غذا باید اجزای کمکی غذا هم شامل باشه. ما انواع مختلف اجزای غذا را در درس‌های گذشته ما خواندیم. ما در مواد پروتئین ها گپ زدیم، قند ها، شحمیات، آب و منرال ها را هر کدام سرشان بحث کردیم. اما آخرین موضوع از اجزای غذا که شامل ویتامین ها است را تا هنوز بالاش گپ نزدیم و ویتامین ها دقیقاً موضوع درس امروزی ماست. دوستان نازنینم، بیاین در مواد خود ویتامین و یکی از کدام کلمه گرفته شده یک کمی گپ بزنیم. ویتامین ها طوری که در این تصویر هم بر سر تخته نامشان نوشته میکنم، ویتا مینز، در حقیقت از دو کلمه دیگه گرفته شده. کلمه اول به معنای حیات یا زندگی هست و کلمه دوم که از خود امین، کلمه امین گرفته شده. و این قسم فکر می شد که در سابق این ویتامین ها امینو اسید ها را در خود نگهداری می کنند، به همین خاطر از کلمه امین در داخل اصطلاحش استفاده شده. چیز جالبی که هست دوستان نازنینم، بیاین بریم به طرف سلاید ها. در سابق مریضی هایی که به وسیله انواع مختلف ویتامین ها به وجود آمده بود کشف نشده بود. یک تعداد زیاد مریضی ها بودند که علتشان ویتامین ها بود، اما چون خود ویتامین ها ناشناخته مانده بود، اون مریضی ها هم همین قسم ناشناخته مانده بود. طور مثال تقریبا 500 سال قبل وقتی که اشخاص سفرهای دریایی را میکردن، در طول سفر دچار خونریزی های بیره میشدن و وقتی به جاهای میرسیدن که میتونستن از سبزی ها و میوه ها استفاده کنن، با کمال ناباوری میدیدن که خونریزی و زخم هایشان شروع به خوب شدن میکرد. همین قسم تحقیقات ادامه داشت تا زمانی که به این نتیجه رسیدن اگر در طول این سفرهای دریایی ما از میوه های خاندان سیتروس استفاده کنیم، که ما چند نمونه شده این قسمت هم همراه خود داره از لیمو و میوه های خاندان سیتروس، دیگه دچار این زخم های بیره و خونریزی های بیره نمیشیم. کم کم این موضوع بالایش تحقیق صورت گرفت و دانسته شد که این میوه های خاندان سیتروس در ترکیب خود ویتامین سی را دارند و کمبود ویتامین سی باعث یک مرض میشه که به نام اسکاروی یاد میشه و خود این مرض بوده که در حقیقت باعث
باعث ایجاد زخم ها در دهان می شده، باعث ایجاد خونریزی های بیره می شده. بنابراین وقتی که منابع غذایی ویتامین سی دار را مثل لیمو، مالتا، کینو، بانجان، رومی را نوشیجان می کردن، با کمال ناباوری می دیدن که این زخم ها و این خونریزی ها خوب می شه. و کم کم معلومات در مورد ویتامین ها شروع شد، ویتامین های زیادی کشف شد و دانسته شد که رژیم غذایی انسان ها یکی از اجزای کمکیش در حقیقت جزء ویتامین ها هست. کم کم بالای ویتامین ها تحقیقات صورت گرفت تا ای که دانشمندان، بیولوژی دانان تانستن ویتامین ها را به دو دسته عمومی تقسیم کنند که ما این دو دسته را همراه یک دیگه سر تخته هم نوشته میکنیم. دوستای نازنینم، ویتامین ها را به دسته اول ویتامین های منحل و یا ویتامین های محلول در آب تقسیم کردن و دسته دوم ویتامین های منحل و یا محلول در چربی یا شحم. ویتامین های منحل در آب شامل ویتامین سی و 11 نوع از ویتامین گروپ بی است. ویتامین گروپ بی یک گروپ بسیار کلان را شامل میشه که به نام ویتامین های بی کمپلکس یاد میکنند، به خاطری که 11 نوع ویتامین را در داخل خود داره. پس ویتامین های گروپ بی و ویتامین گروپ سی جزء ویتامین های منحل در آب هستند. اما ویتامین های منحل در شحم هم دسته دیگه هست که شامل 4 ویتامین میشن. به صورت مختصر ما ویتامین ها را به نام ویتامین های ادک یاد میکنیم. بیایید نوشته کنیم ویتامین های ادک. و این ویتامین های ادک شامل ویتامین A هست، شامل ویتامین D هست، ویتامین E و ویتامین K. پس دوستای ناظرین، ویتامین های منحل در آب داشتیم که شامل ویتامین C و 11 نوع از ویتامین گروپ B هست و ویتامین های منحل در شحم یا چربی داریم که شامل ویتامین A, D, E و K میشه. این موضوع را میریم سر سلاید ها هم همراه یکدیگر تماشا میکنیم. ببینید ویتامین های منحل و یا محلول در آب ما هستند که شامل ویتامین های گروپ B و ویتامین C هستند، اما در مقابل ما ویتامین های محلول و یا منحل در چربی یا شحم را داره که شامل ویتامین های گروپ ادک هستند. این مخفف را حتما یاد بگیرین، ادک، تا این موضوع در ذهنتان ذهن نشین شه. ویتامین گروپ A, D, E و K هستند. خب دوستای نازنینم، در مورد ویتامین ها و انواعش تا این قسمت همراه یکدیگر معلومات به دست آوردیم. اما خوب است که ما در مورد تفاوت این ویتامین های منحل در آب و چربی هم همراه یکدیگر بیشتر گپ بزنیم. ویتامین های منحل در آب را چرا به نام ویتامین های منحل در آب یاد می کنن؟ به نظرتان علتش چی بوده می تانه؟ آفرین به همه ایتان، به خاطری که این ویتامین ها می تانن در داخل آب حل شوند. خب قسمت زیاد بدن ما از آبها و مایعات تشکیل شده. این ویتامین ها در پلازمای خون حل میشن و به صورت از طریق گرده ها اینا از بدن خارج میشن. ما نکته جالبی که هست این را باید بدانیم که ویتامین های منحل در آب را در بدن خود ذخیره کرده نمیتونیم. اینا در پلازمای خون ما به صورت حل شده هستند و در نهایت از طریق گرده ها خارج میشن. اما در مقابل ما ویتامین های منحل در چربی را داریم. این ویتامین ها طوری که از نامش معلوم است در کجا به صورت حل شده هستند؟ آفرین به تمامتان، اینا در ذخایر چربی بدن ذخیره میشن. بنابراین یک نکته که باید در قسمت ویتامین های منحل در چربی بسیار دقت کنیم این است که بر علاوه کم شدن این ویتامین ها، زیاد شدن این ویتامین ها هم در بدن ما میتونه مشکلات زیادی را ایجاد کنه. طور مثال دوستای نازنینم، ما ویتامین A را گفتیم از جمله ویتامین های منحل در چربی هست. این ویتامین گروپ A در ساختمان حجرات چشم ما رول داره، در عملیه دیدن رول داره، برای سلامتی جلد ما رول داره، در اثر کمبودش یک تعداد مشکلات رخ میده و همچنان در اثر زیاد شدنش در بدن هم یک تعداد زیاد مشکلات را در بدن ایجاد میکنه. یا ویتامین دیگه ویتامین گروپ D هست. ویتامین گروپ D در بدن وظایف زیاد را
شیره داره، باعث بهتر جذب شدن کلسیم و فسفرس در بدن میشه. اما اگه ویتامین دی در ذخایر چربی بدن مقدارش بیشتر شود، میتونه باعث علائم مختلف خطرناک شود. طور مثال میتونه باعث دلبدی شود، باعث ریزش مو شود، باعث درد مفصل های بدن، درد استخوان ها شود، یا حتی زیاد شدن ویتامین دی میتونه در بدن باعث ایجاد اسهال شود. پس ما در قسمت تامین ویتامین های بدن باید هم در مورد کم شدنشان توجه ویژه داشته باشیم و هم در مورد زیاد شدن ویتامین ها در بدن بسیار دقت کنیم. ویتامین ها در منابع غذایی مختلف شامل هستند. اکثر انواع سبزی ها، تعداد زیادی میوه ها، همچنان محصولات حیوانی مختلف ای یک منبع سرشار ویتامین ها هستند. بنابراین ما باید از مواد مختلف غذایی استفاده کنیم. سبزی ها را حتما نوشیجان کنیم، از میوه ها حتما استفاده کنیم، از محصولات حیوانی حتما استفاده کنیم تا ویتامین ها را در داخل خود به اندازه نرمال و طبیعیش حفظ کنیم. چیز مهمی دیگه که از هر منبع غذایی ممکن است یک تعداد ویتامین ها را داشته باشه، نه تمامش را. بنابراین ما باید کوشش کنیم از منابع متعددی استفاده کنیم، تمام انواع مواد غذایی را در رژیم غذایی خود جا بدیم تا بتانیم ویتامین های مختلف را در بدن خود تامین کنیم که هر کدام از این ویتامین ها یک وظیفه خاص را در بدن دارند. به خاطر که در مواد وظیفهشان بیشتر بدانیم، میریم به طرف سلاید ها همراه یک دیگر. در اولین قسمت ما جدولی که تهیه کردیم خلاصه ای است از ای که ویتامین ها در کدام منابع غذایی پیدا میشن، در بدن چه وظایفی را بر عهده دارن، در اثر کمبودشان در بدن چی رخ میده و در اثر ازدیادشان در بدن چی رخ میده. و اولین ویتامین، ویتامین A هست. ویتامین A جز کدام دسته از ویتامین ها بود؟ منحل در آب یا منحل در چربی؟ آفرین به تمامتان. ویتامین A از جمله ویتامین های منحل در چربی هست که در ذخایر چربی بدن ذخیره و انباشته میشه. ویتامین A یک ویتامینی است که در دیدن رول داره، به عملیه دیدن در بدن انسان ها بسیار کمک میکنه. این ویتامین در حجرات چشم، در ساختمان حجرات چشم ساختمان بدن ما رول داره و در صورتی که میزان این ویتامین در بدن ما کم شوه، اکثرا باعث ایجاد شب کوری میشه. یعنی فرد به مرور زمان در صورتی که ویتامین A در بدنش کم شوه، در تاریکی شب اشیا و اجسام را به خوبی دیده نمیتونه. نه تنها در قسمت بینایی، بلکه برای سلامت جلد هم ویتامین A یکی از ویتامین های بسیار مهم هست. دوستای ناظرین، منابع تامین ویتامین A کدام است؟ از جمله لبنیات ما میتونیم نام ببریم که خودشان در ترکیبشان ویتامین A را دارند. و یکی از منابع بسیار مهم برای ویتامین A چی است؟ زردک هست. دوستان ناظرینم، اگر میخواین چشم های سالمی داشته باشین، عملی دیدنتان به صورت سالمش حفظ شود، حتما از زردک در رژیم غذایتان استفاده کنین. همچنان بانجان رومی و یک تعداد منابع دیگه میتونن که منبع تامین ویتامین A در بدن ما باشن. اما میرم سر ویتامین بعدی که ویتامین D هست. ویتامین D یک ویتامین بسیار مهم است. خود ویتامین D را یک نام جالب برش میتن. میگن به نام ویتامین انرژی آفتاب، ویتامین آفتاب یاد میشه. چرا؟ چون این ویتامین D در صورتی که ما در معرض نور خورشید قرار بگیره در بدن ما تامین میشه. به چه صورت؟ بیاین براتون بگویم. در پوست بدنتان، در جلد بدنتان یک ماده ای وجود داره. در صورتی که نور آفتاب بالای این ماده بتابه، این میتونه تبدیل شوه به پیشسازهای ویتامین D و در نهایت به خود ویتامین D. پس در صورتی که این ماده وجود داشته باشه در جلد بدنتان و شما در معرض آفتاب قرار نگیرین، این ماده نمیتونه به ویتامین D تبدیل شوه. پس حتما روزانه به صورت چند دقیقه شما باید در زیر نور خورشید، در زیر نور آفتاب قرار بگیرید تا ویتامین D به صورت طبیعیش در بدن شما تامین شود. و ویتامین D خودش وظایف بسیار زیادی را در بدن دارد. در قسمت امعا عمل میکنه، باعث
جذب کلسیم و فسفرس در بدنتان میشه. پس شما فرض کنید میزان کلسیم در بدنتان طبیعی هست، میزان فسفرس در بدنتان یعنی منابع تامین کلسیم و فسفرس را میخورید، اما باز هم شما مشکلات استخوان، مشکلات دندان دارید. چرا؟ ممکن است یک علتش کمبود ویتامین دی باشه. در صورتی که ویتامین دی نباشه، جذب کلسیم و فسفرس به مشکل میخوره. شما هر چقدر که از منابع تامین اینا استفاده کنید، باز هم ممکن است در بدنتان به خوبی جذب نشه و میزانش کمتر باشه. و در صورتی که ویتامین دی را ما کم مصرف کنیم، از منابع خوبش استفاده نکنیم، در صورتی که ما در سنین طفولیت باشیم، طفل باشیم، باعث نرم شدن استخوان ها میشه و در سنین کهولت، کلانسالی، باعث ایجاد مرض پوکی استخوان میشه. پس حتما از منابع تامین ویتامین دی استفاده کنید، که خود ویتامین دی اکثرا دوستای نازنینم در ماهی، غذاهای دریایی پیدا میشه، در شیر و دیگر لبنیات پیدا میشه. شما میبینید در انواع مثال هایی که ما میزنیم شیر شامل است. پس حتما شیر را در رژیم غذاییتان قرار بدید. و چیز جالب دیگه، در زردی تخم مرغ هم یک منبع تامین ویتامین دی هست. پس حتما از تخم مرغ هم در رژیم غذایی خود استفاده کنید. ویتامین مهم دیگه که جو باز هم جز ویتامین های منحل در چربی هست، به نام ویتامین ای یاد میشه. دوستای نازنینم، این ویتامین اکثرا از غشاهای حجروی و حجرات در بدن ما محافظت میکنه و یک تئوری ای است که در صورت کمبود ویتامین ای سرطان خون در بدن رخ میده، که دانشمندا در حال کار هستند بالای وظیفه مشخص ویتامین ای در بدن و ای که دقیقاً به چه صورت میتونه باعث ایجاد سرطان شود، آیا ای تئوریشان درست هست یا نه، تا بال تایید نشده، اما یک فرضیه در این قسمت هست که میگن احتمالاً باعث ایجاد سرطان خون شود. پس حتما از منابع تامین ویتامین ای استفاده کنید و ویتامین ای اکثرا در روغن‌های نباتی و میوه‌های خشک، مخصوصا در مغزیات استفاده میشه. پس شما حتما دوستای نازنین از مغزیات استفاده کنید. موادی که مغز دارن در داخل خود میتونن یک منبع ویتامین ای باشن. و بعد از ویتامین ای میریم سر آخرین ویتامین مربوط به گروه منحل در چربی که و نام ویتامین که یاد میشه. این ویتامین را ما در انواع سبزی ها، چای و گوشت میتونیم پیدا کنیم. دوستای خوبم، در وقت لخته شدن خون، شما فکر کنید یک قسمت از بدنتان یک جای بریده میشه، یک جای قطع میشه و این خون ریزی پیدا میکنه. در صورتی که ویتامین که در بدنتان به صورت طبیعیش نباشه، به اندازه نرمالش نباشه، این خون ریزی دوام پیدا کرده میره و یک علاقه خون، لخته خون در اونجا خوب ایجاد شده نمیتونه که مانع خون ریزی شود و در نتیجه شما با کمخونی مواجه میشن. بنابراین ویتامین که به خاطر ای که خون ریزی توقف کنه، لخته خونی به خوبی تشکیل شود، در بدن ما بسیار مهم هست. و در صورتی که ویتامین که در بدن کم شوه، در وقت زخمی شدن خونریزی شدید پیدا میشه و در نتیجه ممکن است انسانها به مرض کمخونی شدید مبتلا شوند. اگر از ویتامین های منحل در چربی خلاص شویم، میریم به طرف دسته ویتامین های منحل در آب که شامل انواع مختلف ویتامین های گروه B هستند. گروه B1، B2، B3، B12 یا B6 که منابع مختلف غذایی دارند. شما از منابع مختلفی استفاده میکنین، طور مثال از کیله اگر استفاده کنین باعث یکی از منابع خوب تامین ویتامین B6 هست، یا از سبزیجات مختلف دوستای نازنینم استفاده کنین، مثل کاهو، مثل کله، یا از منابع غذایی مثل کچالو حتما در رژیم غذاییتان استفاده کنین. و طوری که در ابتدای ویدیو هم براتون گفتم، محصولات حیوانی را حتما استفاده کنین، سبزیجات و میوه‌جات مختلف را حتما استفاده کنید تا بتانید این میوه ها، این ویتامین ها را، میزانش را در بدنتان به خوبی حفظ کنید. و یکی از مهمترین ویتامین ها ویتامین C هست که جز ویتامین های منحل در آب هست. این ویتامین در میوه های خاندان سیتروس پیدا
میشه. میوه های خاندان سیتروس مثل چند مثالش را که ما اینجا همراه خود داریم دوستای نازنینه، مثل بانجان رومی، مثل کینو، مثل مالته، مثل نارنج، مثل لیمو، تمامشان از جمله ای خاندان هستن و تمامشان ویتامین سی زیادی را در ترکیب خود دارن. شما کوشش کنین که حتما از این منابع استفاده کنین. برای افزایش مقاومت بدنتان ویتامین سی بسیار مهم است. شما در صورتی که احساس مریضی ریزش را میکنید، اگر تیز از این میوه های خاندان سیتروس به خاطری که ویتامین سی را دارن در ترکیب خود استفاده کنین، میتونین که مریضیتان به خوبی و به زودی بهبود پیدا کنه. چرا؟ چون این ویتامین میتونه مقاومت بدنتان را بسیار زیاد کنه. برای سلامتی بیره ها ضروری است و در اثر کمبودش باعث مرض اسکاروی میشه. دوستان نازنین، این بود از درس امروزی ما در مورد ویتامین، انواع ویتامین و منابع تامین ویتامین، وظیفه هر ویتامین چی است. با عنوان کارخانگی برای شما میگم که ما در مورد وظیفه ویتامین ها و کمبودش گپ زدیم. شما در مورد ازدیاد هر ویتامین که در آخرین قسمت جدول هست حتما معلومات بعد از بیارین، اون قسمت جدول را هم به خوبی بخونید تا معلوماتتان در مورد ویتامین ها تکمیل شود و بتونین از معلوماتی که بعد از میارین در زندگی روزمره تان به خوبی استفاده کنین. تا یک روز دیگه و یک برنامه دیگه شما را به خدای پاک میسپارم. خداوند یار و نگهدار. Tchau.